رزمایش امنیت و آرامش در استان تهران امروز توسط نیروی انتظامی در کرج برگزار شد. سردار علیرضا اکبرشاهی، فرمانده انتظامی استان تهران، در مراسم افتتاحیه این رزمایش را نمایشی از توان یگانهای مختلف پلیس در عرصه‌های مختلف معرفی و اعلام کرد که رزمایش با هدف ارتقای آمادگی کارکنان یگانهای مختلف پلیس در مقابله با حوادث پیش‌بینی نشده، افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه و افزایش تعامل و همکاری با سازمانها و ارگانهای امدادی برگزار شده است. فرمانده انتظامی استان تهران اجرای سان و رژه واحدهای شرکت کننده، مانور یگانهای موتوری و خودرویی، رهایی گروگانها، عملیات برخورد با سرقتهای مسلحانه، نمایش برخورد با اشرار مسلح، عملیات برخورد با اغتشاشات، اقدامات امدادی، اجرای طرح تسهیل عبور و مرور توسط پلیس راهور و استقرار واحدهای عملیاتی در میادین و معابر شهر کرج را از جمله سناریوها و برنامه‌های این رزمایش عنوان کرد. سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نیرو بدون برخورد با مانعی خاص دیروز از مجلس هشتم شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. احمدی نژاد هفته پیش بعد از اینکه 4 ماه از دور دوم ریاست جمهوریش می‌گذشت، حمیدرضا حاجی بابایی، صادق محصولی و مجید نامجو را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نیرو معرفی کرد. محصولی و نامجو دو تن از وزیر پیشنهادی همانند اکثریت اعضای کابینه دهم سابقه حضور در سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نظامی دارند. گرچه هیچ نماینده‌ای در مخالفت با دو وزیر پیشنهادی دیگر صحبت نکرد، اما تعدادی از نمایندگان در مواردی چون مخالفت با برنامه‌های صادق محصولی، برخورد تحقیرآمیز او با نمایندگان در دوران تصدی وزارت کشور، عدم تجربه او در وزارت رفاه، ثروت‌های شخصی وی و همچنین سوء مدیریت وی در جریان انتخابات و حوادث بعد از آن سخن گفتند. همچنین علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، در مخالفت با محصولی خاطرنشان کرد: نحوه مدیریت وزارت کشور در انتخابات به گونه‌ای بود که ادعای تقلب در انتخابات مورد پذیرش بخشی از جامعه شد. وی گفت: شکی نیست بخش اعظم مسئولیت آشوب‌های پس از انتخابات متوجه کسانی است که ادعای تقلب را مطرح کردند، اما حوادثی مانند حادثه کوی دانشگاه و ماجرای دردناک کهریزک در حوزه مدیریت ایشان انجام شد و اینکه بگویند عناصر سرخود این کارها را کردند جواب قانع کننده‌ای نیست. در نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کار آمدن دولت دهم و ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی، مسائل مهم و جاری کشور مطرح شد و سران سه قوه به مشورت در خصوص مسائل پرداختند. اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این دیدار منتشر نشده است. مهدی کروبی شب گذشته در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، تنها محل اتکا و امید برای حل مسائل در کشور را مجلس دانست و از جوانان و زنان جنبش سبز خواست تا در هر شرایطی همچنان متانت و آرامش خود را حفظ کنند. وی گفت: گروهی در صدد هستند تا با ایجاد بهانه‌ای حرکت‌های خشنی صورت گیرد تا شدیداً دست به کار برخورد شوند و متاسفانه به پایان این شیوه فکر نمی‌کنند که اگر فکر می‌کردند کار به اینجا کشیده نمی‌شد. وی با تأکید بر اینکه مجلسی که برآیند واقعی افکار عمومی و طبقات اجتماعی ملت باشد هیچگاه برخلاف خاص و اراده ملت گام بر نخواهد داشت گفت: سردمداران اصلاحات و جنبش سبز مقید به چارچوب‌های انقلاب، نظام و قانون اساسی هستند و معتقدند که باید همون جمهوری اسلامی که امام مطرح کردند و 98% مردم به آن رأی دادند حاکم باشد، نه جمهوری برخی آقایان که مردم رأی آنها را تزیینی می‌دانند. وی با اشاره به حوادث سالروز تسخیر سفارت آمریکا گفت: متاسفانه برخوردهای بسیار خشنی با مردم به خصوص زنان صورت گرفت که من و هر علاقمند به نظام و انقلاب را غمگین و متاثر کرد.